لو رفتن پیام های ترلان پروانه به سامان ویلسون تو واتساپ و مثل این که قرار بوده ترلان شب بیاد پیش سامان ویلسون. خوش به حالی که با آرزود رسیدی. صحبت های جنجالی دنیا جهان بخت در این مورد که مهراد جم و ساسیمان کن و آدم کرده و قبل از اون معروف نبودن. اینکه یک نفر با 4 تا خواننده بخواد دوست باشه این چیز نرماله. آره دیگه، اون ساسیمان کن که کلا فالووری نداشت. به خدا ساسیمان کن دیگه فیت شده بود. بابای آرتا هم همینطور. تو با تتلو رل زدی، تتلو معروف تر شد یا تو؟ فالو کردن پیج شایع و سامان ویلسون توسط همدیگه و احتمال همکاری این رپرها که با عقاید هم کلی اختلاف داشتن. جای ملتفت رو میگیره. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب قبل از هر چیز بریم سراغ سامان ویلسون که دیروز توی کانال تلگرامش یه سری دعوا و درگیری با گروه پایدار داشت که بعد اومد یه موزیک ویدیو رو بذاره توی کانالش و بگه اونا از این موزیک ویدیو کپی کردن که هی وسطاش ترلان پروانه پیام میداد و نوشته بود که نه اونا معلوم نیست بیان یا نه. یعنی در واقع قرار بوده که ترلان پروانه بیاد پیش سامان ویلسون که قرار بوده دوستاشم بیان که دیگه مثل این که نیومدن و ترلان رفته پیش سامان ویلسون و با هم یه سری کارهای اداری مهم انجام دادن. دیشبم که جمعه شب بوده و امیدواریم ترلان جان امروز بدن درد نداشته باشه و حالش خوب باشه. نه اونجوری اصلا نمیتونم. زیر دلم درد گرفت. چیکار کنم؟ من می‌خواستم نخورم، می‌خواستم اون نزنیم. و اما از اون طرف هم شایع و سامان ویلسون که کلی با هم درگیری داشتن توی اینستا هم دیگر رو فالو کردن و این یعنی احتمالاً توی دایرکت با هم صحبت کردن و اختلافات رو کنار گذاشتن و قراره با هم همکاری کنن. البته همین چند وقت پیش بود که سامان ویلسون وایسای رو در مورد شایع توی کانالش گذاشته بود و حسابی مسخرش کرده بود. و اما از اون طرف هم دنیا جهان بخت به تازگی یه لایو گذاشته و در این مورد صحبت کرده که ساسیمان کن و مهراد جمو معروف کرده و اونا قبل از دوستی با دنیا زیاد معروف نبودن و برای شهرت که میان باهاش دوست میشن. یعنی اینکه یک نفر با 4 تا خواننده بخواد دوست باشه این چیز نرماله. خب آره دیگه، تو هم خب معمولا همیشه منم ببین حالا کاری ندارم، ولی خب من الان سومین پیج اینستاگرام ایرانم دیگه از لحاظ مدیا و فالوور و اینا. خب حالا شما هر موقع مسخره کنید یا بگید حالا هر کاری که کردید، ولی بخواین نخواین همچین چیزی هست. الان 2-3 تا از خواننده ها برای من تو واتساپ نوشتن که امین جان دنیا اگر رل خواست ما در خدمتیم. چرا انقدر مثلا آپشن خوبی؟ به خاطر معروفی؟ برای که معروف میشن دیگه، میان که معروف شن اصلا احساس میکنم. جدی؟ آره دیگه، اون ساسیمان کن که کلا فالووری نداشت. به خدا ساسیمان کن دیگه فیت شده بود. خب دنیاش به 2 قسمت قبل از حاشیه با تو و بعد از حاشیه با تو. یه بس با من دوست شد، ساقیا رو خوند و بعدا معروف شد که هنوزم معروفیتش باقی مونده. خودت چقدر مثلا معروف؟ اگر دیگه اسم ببرم خب دیگه خودت میدونی بابای آرتا هم همینطور. بالاخره بابای آرتا هم خود من معروف شدم. خب آه بابای آرتا هم اسم نداره؟ یالا مهراد زر. خب برای خواننده به خود فهم خاطر که ببین خب موزیکاشون پروموت میشه دیگه، میدونی چی میگم؟ من تو رو نمیبینم زیر کامنت هایی، چیکار کنم؟ آره ولی یه چیزی من بپرسم خیلی من تو رو نمیبینم زیر کامنت هایی، برو عقبتر یه ذره. من بله بفهمم الان خوبه؟ زیر کامنت هایی چی کار کنم دیگه؟ آه کل استودیو آه خوب الان؟ آها بیار بالا سرت بیاد بالا سر. بذار یه نمت تنظیم کنم. آها خوب الان؟ تایم پایا داری درسته؟ چی؟ خب بگو. آره پایا دارم تنظیم میشه. بله بچه همه که معروف بودن، خب اگه معروف نبودن من باشون دوست نمی شدم، ولی معروفتر شدن دیگه. تو با تتلو رل زدی تتلو معروف تر شد یا تو؟
من نه بکنم. ببین اوکی ایشون خواننده است معروف، خب تتلو خب خیلی معروفه، نه خدا وکیلی، ولی منم خب معروف، یعنی نمیتونی بگی تتلو تو رو معروف کرد یا تو تتلو رو معروف کردی، نه سوسو بوده. مامانت خیلی خارجی ها میگه سوسو بوده، خیلی اصلا زبونش اصلا. حالا بعد داستان زندگی شما رو هم بگم، داستان زندگی پدرت که اومده بود لندن پدرتم، درسته؟ آره. بعد چی داری میگی؟ خب نگرم داستانشو؟ نه پدرم خدا بیا مرزت شد، خدا رحمت کنه پدر. چند سالشون بود که فوت کردن؟ 45 سالشون بود، جوانم بوده بنده خدا. خب فهمیدی چی گفتم؟ خواننده ها طبیعتا دوست دارن که موزیکاشون بیشتر شنیده شه، معروف میشن دیگه. برای چی میگم که مثلا تو ایران یه خواننده که موزیک میخونه، این تهیه کننده هاشون خودت میدونی هزینه ها میکنن که بلاگرا اینا باهاشون دابسمش دارن. من هر آهنگو شنیدم بالای 500 میلیون هزینه میکنم برای اینکه هیت بشه. من احساس میکنم هر کی اومد تو زندگی من، با اینکه من خیلی آدم رو راستم، ولی همشون میخواستن معروف شن یا حاشیه سازی کنن. حتی تتلو؟ نه حالا تتلو استثنا. با تتلو رضایی چقدر فالو گرفتی؟ من خبر دارم ولی خب خودت بگی، از زبان خودت بشنوم. فکر می‌کنم 1 میلیون. 1,200,000 تا فالو گرفت. چقدر فالو دادی؟ اون موقع خیلی بود ولی الان عددی نیست. الان دیگه راحت دیگه ان شاءالله می‌خوام بریم درهای 15 میلیون و 20 میلیون هم پیش کنی دیگه. آخه فالوور که دلخوشی نمیشه، خوشبختی نمیشه. بودی گذشته چرا صحبت میکنی؟ عجب آینده بخوام صحبت بکنم. با کدومی که خواننده ها نیت کردی که ریل بزنی؟ ای خدا. اصلا دوست داری اگه یه خواننده باشی که مثلا بگی من با این ریل بزنم؟ آره. کراش منظورمه. دیوید بکامو که گفتی بدبخت میشه میره به کارش. خانم ویکتوریا بود اسم زنش، آره کنم. کی الان حساسی مثلا خیلی خوبه اگر خواننده ایرانی؟ کی خوبه اینو بگو. به خدا نداریم خوب. کیشکی؟ ببین من یه مشکل الان دارم، مثلا شاید در نگاه بقیه خوب باشن ولی چون من میدونم چه شکلیه داستانشون، این از این راهی که خواننده شدن چی بوده، چه جوری دارن موزیک، چون من همه دیتیلا رو میدونم دیگه واسه هم جذابیتی ندارم. خب بگو به مردم هم براشون خوب باشه، علکی نرن عاشقی خواننده بشن مثل تو فکر کنن امریکاست. بس ببینید تو ایران اینجوری ها واقعا. بگو تجربت رو بگو راجبی آدم های من خوب. سه نفر وجود دارن کلن، همین مسعود جهانی و هادی حسینی و اینا. خب اینا استودیو دارن، بعد این بنده خدا مثلا حالا یکیشون آبادانه، یکیشون شمالیه یارو، یکیشون اصفهانیه، اینا رو میرن پیدا میکنن نونه ایما رو، بعد میام اینا میگن که ما شما رو معروف میکنیم. خب اونا هم بنده خدای صدای دارن و دوست دارن خواننده شن و فاز برج میلاد و اینا. یه جورایی من احساس میکنم که در ایران واقعا اینا میشن مترسک هایی که به امید ستاره شدن تو دستای اینا قرار میگیرن. خب و اینکه همه این زندگیشون از پیج اینستا و نمیدونم آفرین. حالا کاری به اونش ندارم که همه شد. حالا بعد داستان چی میشه؟ از یه جای بعد خود این خواننده یه دفعه حساب کار دستش میاد و اینا به مشکل میخورن ولی دیگه دیره. ولی خب اون خواننده هم خب بالاخره از این طریق معروف میشن. حالا دوست دخترهای اکثرا دختربازی میکنن خیلی طبیعیه و اینکه دیگه حالا مثلا میرن یه جایی میشناسنشون حال میکنن دیگه. ببین خواننده یعنی خیلی یادم خیلی خفن. اینا که تو ایرانن که موزیکاشون هم شبیه همه و تون تون دارن میان. اگه برگردی به یک سال نمه پیش بازم با مهراد رد میزنی؟ با این دانش؟ نه هرگز. با هیچ الان دیگه پس با هیچ خواننده رد نمیزنی؟ فوتبالیست چی؟ آقا تو دنبال ریل منی چرا؟ من اصلا دیگه کلا نمیخوام ریل بزنم. همین میخوای سینگل مامی بمونی تا آخر عمرت. حالا
فعلا این شکلی. برنامه برای آینده چیه؟ مثلا چه چیزی رو توی زندگیت برای خود ترسیم کردی؟ چه هدفی رو؟ من بیزینس. بله، اینم از صحبت‌های دنیا جهان بخت. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ به نظرتون حق با کیه؟ و همچنین نظرتون در مورد دوستی شایع و سامان ویلسون چیه؟ به نظرتون این همکاری اتفاق میفته یا نه؟ حتما نظرتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید و اگه امکانش هست کامنت انگلیسی هم بذارین. خلاصه اینم از ویدیو یه امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک رو بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جایی که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.